بشینه ازدش بشه. زبون نگاه نشسته، آخون تو کاخ نشسته، آی آخون، آی آخون. همچنان دارم مردم رو خودت میشه. امروز 8 دی 96 تزمع مردم اصفهان قیام 8 دی ضد شورش گاز اشکاور انداخت، بی باشا مردم پخ شدن. بریز بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن. بریز بیرون هموطن، سر خط خبرها. تظاهرات اعتراضی ایران را فرا گرفت. معترضان در چند شهر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حمایت رئیس جمهوری آمریکا از معترضان در ایران. دونالد ترامپ گفته ایرانی ها از فساد اقتصادی و هدر دادن ثروتشان برای تروریسم خسته شدند. در ایران تظاهرات اعتراضی علیه حکومت در شهرهای مختلف در جریان است. در سومین روز اعتراض‌ها امروز جمعی از مردم در تهران هم به معترضان پیوستند. گزارش‌هایی از درگیری دانشجویان و نیروهای امنیتی در خیابان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران مخابره شده. امروز کرمانشاه، خرم‌آباد، اهواز، زنجان، آمل، شهر کرد، عراق، ابهر، ساوه و چند شهر دیگر هم صحنه تظاهرات معترضان بودند. همه اینها در حالی است که هواداران حکومت هم چند گرد همایی به مناسبت روز 9 دی برگزار کردند. اعتراض‌های سراسری دیروز در ایران خارج از پایتخت بود، ولی امروز کانون ناآرامی‌ها تهران است. حد فاصل میدان انقلاب تا دانشگاه تهران شاهد درگیری‌های چند و آنگونه که این تصویر نشان می‌دهد بازداشت معترضان است. حضور نیروهای امنیتی طبعا سنگین بود، ولی این مانع از آن نشد که معترضان با شعار آشنای نترسید نترسید به یکدیگر قوت قلب بدهند. در حالی که دو جنای حاکم همچنان در حال تصفیه حساب‌های سیاسی از قبل اعتراض‌های 3 روز اخیر هستند، این جمع از دانشجویان شعار دهنده در تهران میگویند اصلاح طلب، اصولگرا، تموم ماجرا. در بعضی شهرهای دیگر ایرانی صحنه‌های این چنینی به چشم می‌خورد. از جمله اینجا برای روز دوم در کرمانشاه و اینجا در شهر کرد که یک معترض قربانی پرتاب گاز اشکاور شده. اما اینجا میدان انقلاب زنجان است و درگیری بین معترضان و پلیس که هنوز خبری از زخمی‌ها یا بازداشتی‌های احتمالی آن مخابره نشده. و در ایزه خوزستان معترضان بار دیگر مانند روزهای اخیر در شهرهای دیگر شعارهای ساختار شکن علیه رهبر ایران سر می‌دهند. این اعتراض‌ها گسترده هستند و آنگونه که این تصاویر در ابهر و همچنین این تصاویر در عراق نشان می‌دهد رفته رفته از حالت مسالمت آمیز خارج می‌شوند. اعتراض‌هایی که نه یک رهبری واحد دارند و نه یک استراتژی مشخص. از این رو بخشی از افکار عمومی ایران نگران است که این باعث هرج و مرج شود تا
حتی تغییرات مثبت. ادامه تلاش سازماندهی شده برای سوء استفاده از گلمندی و خواستهای به حق اقتصادی و معیشتی ما. با این حال صدا و سیما امروز سکوت خود را شکست و موضعی گرفت که شبیه موضع جناح مخالف دولت است. اینکه اعتراض به گرانی ها و تورم به حق و به جاست، ولی بعضی ها آن را به انحراف کشیدند. صدا و سیما در گزارش مراسم رسمی و حکومتی نهم دی حضور مردم در شهرهایی را نشان داد که شاهد اعتراضهای ضد حکومتی بودند، مثل مشهد، رشت و کرمانشاه. و قطعنامه پایانی مراسم که در تهران خوانده شد اشاره تلویحی به ناآرامی‌های اخیر داشت، با همان روایت خود صدا و سیما. ضمن تأکید بر ضرورت اهتمام مجدانه مسئولین محترم بر حل مشکل معیشتی مردم و مبارزه با تورم روزافزون، هر نوع فتنه‌گری را شدیداً محکوم نموده. از میان مطبوعات ایران نیز فقط 7 روزنامه در صفحات اول خود ناآرامی‌های اخیر را کار کردند، ولی اغلب آنها تقصیر را به گردن جناح مقابل انداختند. با اینکه اصولگراها میگویند دولت با سیاست‌های اقتصادی خود مردم را ناراضی کرده، اما اصلاح طلبان و حامیان دولتی میگویند اصولگراها تجمع ضد دولتی مشهد را به راه انداختند، ولی کنترل از دستشان خارج شد. از میان مقامات دولتی، وزیر کشور امروز از مردم خواست تا در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند و گفت که نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون در برخورد با اعتراض‌ها طوری مدیریت کردند که به گفته او مسئله ایجاد نشود. طیفی از مقامات دولتی مثل معصومه ابتکار و فعالان اصلاح طلب و نزدیک به جنبش سبز مثل دختر میرحسین موسوی نسبت به مسلحانه شدن اعتراض‌ها و به تعبیر آنها دست‌های پشت پرده تظاهرات هشدار دادند. با اینکه خبر درگیری‌های متعدد دیروز و امروز از شهرهای مختلف ایران دریافت شده، ولی نبودن خبری درباره کشته یا زخمی شدن کسی در این اعتراض‌های سراسری نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و انتظامی فعلا دستور گرفتند که خویشتنداری نشان دهند، حتی در مقابل شکسته شدن قرمزترین خطوط نظام در مقابل چشمانشان. اما اینکه خویشتنداری نیروهایی که وظیفه خود را مهار اعتراضات یا سرکوب ناآرامی‌ها می‌دانند تا کی دوام بیاورد روشن نیست. همچنین معلوم نیست تا کی حکومت در مقابل وسوسه قطع کردن سراسری اینترنت و بستن شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام مقاومت کند، شبکه‌هایی که وسیله اصلی اطلاع رسانی و فراخوانی‌های اخیر بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اعتراض‌های خیابانی ایران گفته که مردم ایران از فساد حکومت و برباد دادن ثروت کشور برای تأمین مالی تروریسم در خارج جان به لب شدند. وزارت خارجه ایران اما این صحبت‌های آقای ترامپ را فرصت طلبانه خوانده و گفته که مردم ایران ارزش و اعتباری برای این حرف‌ها قائل نیستند. خبرنگار ما بهمن کلباسی در نیویورک درباره واکنش‌ها در آمریکا بیشتر توضیح داد. اول در آغاز شب رئیس مجلس نمایندگان آقای پال رایان بود که در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که باید از مردم ایران حمایت کرد. این تظاهراتی که گزارشاش رسیده نشون میده که ما باید از این اعتراضات حمایت بکنیم. بعد از او بود که وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر کرد. اونها در متن سخنرانیشون یک بخشی از همون حرفایی که آقای ترامپ در سخنرانی به اصطلاح تایید نکردن برجام در میانه پاییز ارائه کرد رو در این متن بیانیه گذاشتن و بعدم تاکید کردن که ما این تظاهرات رو دنبال میکنیم، این اعتراضات رو، و مخصوصا مردم ایران و کشور ایران جایی بوده که هم فرهنگ غنی داره، هم بسیار ثروتمند بوده و این دولت ایران هست که این کشور ثروتمند و با فرهنگ غنی رو تبدیل کرده به یک کشور یاغی که سرمایه هاش رو در خارج از این کشور صرف میکنه و مردمش رسیدگی نمیکنه. و بعدم در همینجا نوشته بودن که همونطور که رئیس جمهوری در گذشته هم گفته، تنها صادرات این دولت خشونت و تروریسم و قربانیان اصلیش هم خود مردم ایران هستند. بعد از اون بود که آقای ترامپ شخصا وارد شد و در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که ما این اعتراضات رو، اخبارش رو به اون رسیده، و در ضمن همونطوری که قبلا هم تاکید کرده بوده باز هم گفت که ما معتقدیم که جون مردم ایران به لبشون رسیده، به خاطر اینکه دولتشون داره سرمایه‌هاشون رو خرج تروریسم میکنه و
بعدم دعوت کرده که دولت ایران حقوق معترضین رو به رسمیت بشناسه و اجازه بده که اعتراضشون رو بکنن و گفته همه دنیا داره نگاه میکنه به اونچه که دولت ایران میکنه با معترضین. وزارت خارجه هم در ضمن گفته بود که باید همه کشورهای جهان از این معترضین حمایت بکنن و از همه کشورها خواسته بود که حمایتشون رو رسما اعلام بکنن از مردمی که در خیابان‌ها هستن و دارن به وضعیتشون اعتراض میکنن. در ایران تظاهرات اعتراضی علیه حکومت در شهرهای مختلف در جریان است. در سومین روز اعتراض‌ها امروز جمعی از مردم در تهران هم به معترضان پیوستند. گزارش‌هایی از درگیری دانشجویان و نیروهای امنیتی در خیابان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران مخابره شده. امروز کرمانشاه، خرم‌آباد، کرمان، ایزه، اهواز، زنجان، آمل، شهرکرد، عراق، ابهر، ساوه و شهرهای دیگر هم صحنه تظاهرات معترضان بودند. نارامی‌های ایران در رسانه‌های کشورهای عربی هم انعکاس گسترده‌ای یافته. مدارس ابتدایی تهران و شهرستان‌های اطراف آن فردا یکشنبه تعطیل اعلام شدند. امین افتخار رئیس اداره محیط زیست استان تهران گفته با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مهدهای کودک و مدارس ابتدایی شهر تهران و شهرستان‌های ورامین، ری، شهریار، ملارد، شمیرانات، پاکدشت، شهر قدس و قرچک فردا تعطیل هستند. به گفته او فردا طرح زوج و فرد هم در تهران اجرا خواهد شد. تظاهرات روزهای اخیر رو به سری از ناظران با شورش‌های مشهد در سال 1371 مقایسه کردند. در آن زمان شهرداری تلاش کرد خانه‌های غیر مجاز ساخته شده در حاشیه شهر را خراب کند. با اعتراض حاشیه نشینان و دخالت پلیس عده‌ای کشته و زخمی شدند. شورش گسترده‌ای به راه افتاد و ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت در خاطراتش نوشت شورای عالی امنیت ملی بر برخورد با عوامل به گفته او آشوب و شرارت تاکید کرد و ماجرا با دخالت سپاه تمام شد. آیت الله خامنه‌ای هم دستور سختگیری داد. در آن هنگام حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. رسانه‌های رسمی با سانسور شدید و بسیار محدود به کل ماجرا اشاره کردند. شبکه‌های اجتماعی همان زمان عملاً وجود نداشت که جریان حوادث را ثبت و منتشر کنند. علی جنتی استاندار وقت خراسان اخیراً روایت کرده که عده‌ای می‌گفتند معترضان اعضای گروه‌های چپ یا مجاهدین خلق هستند، اما وزارت اطلاعات بعد از 2 ماه بازجویی از آنها تایید کرد که هیچ کدامشان وابستگی گروهی ندارند و بیشتر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث این اتفاقات شده. اوایل دهه 70 گرانی و مشکلات معیشتی ناشی از سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی در مناطق دیگری از ایران هم اعتراض و شورش را به راه انداخت، از جمله در عراق، شیراز، مبارکه و اسلامشهر که آنها هم سرکوب شدند. در جریان این نارامی‌ها عده‌ای نامعلومی کشته و زخمی شدند. یک دهه بعد عماد افروغ نماینده اصولگرا در صحن مجلس گفت جنبش‌های شهری را قلقم کردند و به خاک و خون کشیدند چون فهمی نداشتند. مدیر تلگرام تایید کرده که دسترسی به کانال آمد نیوز رو مسدود کرده. ساعتی پیش از این محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران در پیامی در شبکه توییتر خطاب به مدیر تلگرام از او انتقاد کرده بود که چرا اجازه فعالیت به کانال‌هایی رو میده که به گفته او خشونت رو ترویج می‌کنن. مدیر کانال تلگرام در پاسخ به او تاکید کرده بود که دعوت به خشونت بر اساس مقررات تلگرام ممنوعه. اگر چیزی که گفته شده درست باشد حتما این کانال بدون توجه به محبوبیت و گرایش‌های سیاسی اون مسدود خواهد شد. کانال خبری آمد نیوز در تلگرام از جمله کانال‌های بسیار پر بیننده بوده در روزهای اخیر و بیننده‌های او یا کسانی که اون رو دنبال می‌کردند از فکر کنم 1 میلیون نفر هم گذشته بود. تظاهرات اعتراضی شهرهای متعدد ایران را فرا گرفت. دست کم 2 نفر در شهر درود در استان لرستان گلوله خوردند. حمایت مقام‌های آمریکا از معترضان در ایران. ترامپ میگوید رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی رفتنی است. در سومین روز از تظاهرات ضد حکومتی در ایران معترضان در تهران و چند شهر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دست کم 2 نفر در شهرستان درود در استان لرستان هدف گلوله قرار گرفتند و در بعضی شهرها مکان‌های دولتی به آتش کشیده شده. امروز کرمانشاه، خرم‌آباد، کرمان، ایزه، اهواز، زنجان، آمل، شهرکرد، عراق، ابهر، ساوه و شهرهای دیگر هم صحنه تظاهرات معترضان بودند. با بالا گرفتن اعتراض‌ها یک کانال تلگرام که فیلم‌های تظاهرات را همرسانی می‌کرد به دلیل تشویق کاربران به استفاده از خشونت مسدود شد. در
همین حال خبر میرسد که سرعت اینترنت در ایران کند شده و دسترسی به بعضی از سایت ها محدود. سیاوش اردلان از یک روز پرآشوب در ایران گزارش میدهد. اینجا شهر درود است، جایی که شاهد به خشونت کشیده شدن اعتراض های سراسری در ایران بود. معترضان دو زخمی را با خود حمل میکنند که بدن یکی از آنها آغشته به خون است. اعتراض هایی که سه روز پیش از مشهد شروع شدند دیگر مسالمت آمیز نیستند. بخش بزرگی از خبررسانی درباره فراخوان ها و تجمعات اعتراضی توسط کانال آمد نیوز با 1,000,000 خورده مشترک در تلگرام به اطلاع معترضین می رسید. اما نه دیگر. مسئولان تلگرام گفتند آمد نیوز تشویق به خشونت کرده و بنابراین مسدود شده. گزارش های دیگر حکایت از آهسته شدن ارتباط های اینترنتی و موبایل در برخی نقاط ایران است. باید دید این چه تأثیری بر روند اعتراض هایی می گذارد که به سرعت رو به گسترش بودند. در پایتخت اعتراضات تا حدی تنش‌آلود بود. حد فاصل میدان انقلاب تا دانشگاه تهران شاهد درگیری‌های چند و آنگونه که این تصویر نشان می‌دهد بازداشت معترضان است. حضور نیروهای امنیتی طبعا سنگین بود، ولی این مانع از آن نشد که معترضان با شعار آشنای نترسید نترسید به یکدیگر قوت قلب بدهند. در حالی که دو جنای حاکم همچنان در حال تصفیه حساب‌های سیاسی از قبل اعتراض‌های سه روز اخیر هستند، این جمع از دانشجویان شعار دهنده در تهران میگویند اصلاح طلب، اصولگرا، تموم ماجرا. در بعضی شهرهای دیگر ایرانی صحنه‌های این چنینی به چشم می‌خورد. از جمله اینجا برای روز دوم در کرمانشاه و اینجا در شهر کرد که یک معترض قربانی پرتاب گاز اشکاور شده. نهم دی ماه کرمان. در کرمان شعارهای رضا شاه روحت شاد و چندین شعار دیگر به فهرست شعارهای داده شده در روزهای اخیر اضافه شدند. اما اینجا میدان انقلاب زنجان است و درگیری بین معترضان و پلیس که هنوز خبری از زخمی ها یا بازداشتی های احتمالی آن مخابره نشده. و در ایزه خوزستان معترضان بار دیگر مانند روزهای اخیر در شهرهای دیگر شعارهای ساختار شکن علیه رهبر ایران سر می دهند. این اعتراض ها گسترده هستند و آنگونه که این تصاویر در ابهر و همچنین این تصاویر در عراق نشان می دهد به سرعت رو به وخامت می رود. اعتراض هایی که نه یک رهبری واحد دارند و نه یک استراتژی مشخص. از این رو بخشی از افکار عمومی ایران نگران است که این باعث هرج و مرج شود تا تغییرات مثبت. طیفی از مقامات دولتی مثل معصومه ابتکار و فعالان اصلاح طلب و نزدیک به جنبش سبز مثل دختر میرحسین موسوی نسبت به مسلحانه شدن اعتراض ها و به تعبیر آنها دست های پشت پرده تظاهرات هشدار دادند. نیروهای امنیتی تا اواسط امروز مقابل معترضان خیشتنداری نشان دادند، اما حوادث امروز شهر درود نشان می‌دهد که اوضاع در نقاطی از ایران می‌تواند از کنترل خارج شود. ماشاءالله دستگاه‌های امنیتی مهار نارامی‌ها از طرف حکومت هنوز به جریان نیفتاده. شدت عمل می‌تواند بر خشم معترضان و فراگیر شدن اعتراض‌ها بیفزاید، مثلا اینجا در مشهد، یا اینکه حکومت را به سمت سرکوبی خشم و گسترده سوق دهد. در روزی که باید سالگرد تثبیت قدرت حکومت باشد، نهم دی می‌رود تا به روزی بدل شود که قدرت دست کم برای اندکی از کنترل حکومت خارج شد. سیاوش اردلان، بی بی سی.